سلام و وقت بخیر به همه شما اعضا، با امیدی که هر کجا هستین صحتمند و سرحال باشین. در این شب روز عید باز هم دو مهمان خیلی عزیز را با خود دارم که واقعا امروز از حضورشان من خیلی خوشحال هستم و همچنان در این شب روز عید که با ما قرار گرفتن برنامه را بهتر ساختن و رنگین تر ساختن. به این که معرفی بیشتر از زبان خودشان داشته باشیم کیا هستن و از کجا تشریف آوردن. از مهمان اول ما شروع میکنیم، اگه اشتباه نکرده باشم مرجان. بله تشکر، سلامت باشی. سلام تقدیم میکنم خدمت همه بیننده های نازنین، امید که یک روز عید خوب و خوش را سپری بکنن و در کنار فامیلاشن. تشکر، سلامت باشی. و اقبال جان سلام میگم بر شما و به تلویزیونتان، به بیننده هایتان و عیدتان مبارک میگم به همه. تشکر، سلامت باشین. یک چیزی که من میخوایم برتان بگم عزیزا، معمولا در برنامه های ایدی مهمان های خاص دارن و مهمان های خاص ما کسایی هستن که از لیسه انستیتوت لیسه موسیقی ملی افغانستان است و من خیلی خوشحال هستم که امشب پارچه هایی که در نظر دارن بر شما مینوازن، گپایی که دارن، ای که از کجا شروع کردن، چقدر جنجال ها را دیدن، کلی گپا را بر شما میگن. و حال میخوایم که اول از مرجان شروع کنم که مرجان، خودت از سن چند سالگی شروع کردی به یاد گرفتن وایلون؟ من صنف 7 شروع کردم به نواختن وایلون و حال محصل هستم صنف 13. تقریبا چند سال میشه که خودت تمرین میکنی و یاد گرفتی؟ تقریبا 6 سال. 6 سال، اگه من کوشش کنم که یاد بگیرم در یک سال شاید بهترین وایلون نواز باشم، اما مرجان که 6 سال نواختم من مطمئن هستم که شاید حالا استاد شده باشه. اما یه چیز هست؟ دقیقا در آینده های نزدیک بخیر استاد میشم. ما هم دعا میکنیم که زودتر استاد شوی و همچون برنامه ایدی که برگزار شد شاگردای خودت داشته باشیم در برنامه. تشکر. اقبال جان میشه در مورد کارهای خودت بگویی که چقدر وقت میشه شروع کردی گیتار و چطور نخواستی که یک آله موسیقی دیگر یاد بگیری و به او بپردازی که گیتار ترجیح دادی؟ من مدت 4 سال میشه گیتار کار میکنم و چون علاقه ایم به گیتار بود به او خاطر دیگم گیتار. چقدر راضی است؟ یعنی اگر کسی بخواه به پیش خودت بگه من میخوایم گیتار یاد بگیرم یا تمرین کنم تا یک گیتارست خوب شوم، آیا میتونی او را آماده بسازی به یک کسی که بتونه خوب گیتار بنوازه؟ بله میشه، من کار کنم امروش حتما میشه، چون نبود امروی ما کار کردن استاد ما، بگم تو که ما آماده شدیم انشالله او هم آماده میشه. بسیار خوب است. ما به خاطر ای که دوستا منتظر هستند به صبرانه تا ای که ببینن امی چی راز دنگشت های شما نهفته است و چقدر البته مهمان های ما با استعداد و خلاق هستند، اما ای که چی آمادگی گرفتن برای برنامه ایدی ما. حال میخوایم که تک نوازی کنن یا که یک جوره ای یک آهنگ بنوازن بر ما. خب میریم اول از خودت میشنویم یک تک نوازی، یک پارچه کوتاه بر ما تنها خودت بنواز.
چقدر زیبا نواختین، بفرمایید مرجان. ای آهنگ در چی مدت شما تمرین کردین و چقدر کوشش کردین تا بالاخره ای آهنگ یاد گرفتین؟ ما خو فقط به سیستم نوتیشن پیش میریم در انستیتوت و ای آهنگایی که یعنی رواج از کشور ما همگی مشنون اینا رو باز از گوش میکشیم، باز تمرین خود میکشیم، میرسد به ما درس میده. یکی از آهنگای فرهنگی کشور ماست بل. که معمولا بیشتر در روزهای نوروز فکر میکنم نواخته میشه و خوانده میشه. بله. میشه در رابطه با اولین آهنگی که خودت تمرین کردی کدام آهنگ بود که خواستی او را یاد بگیری و با ویلیونت بنوازی؟ اولین آهنگ که بود از احمد زایر بود، عاشق شده ای ایدل. عاشق شده ای ایدل. عاشق هم شده بودی یا همت خواستی را یاد بگیری؟ نه خیر، همت خواستم فقط یاد بگیرم. فقط خواستی آهنگ عاشقانه یاد بگیری، همت یک چیزه؟ در چقدر وقت تانستی آهنگ درست یاد بگیری و کار کنی رویش؟ چون دوستای ما را بود میتونستیم تمرین کنیم، زیاد تمرین یعنی حداقل روز 4 ساعت باید تمرین بکنیم، انگشتای ما را باشه، بازی را زودتر یاد گرفتم. بسیار خوب است، باش که اقبال دق نبیاره و در گوشه تنهایش ما چوکی که بر اقبال ماندیم خودش خواست، چون گفت با گیتارم با همی چوکی میتونم راحت باشم. اقبال جان ما بر خودت اونجا چایم آماده ساختیم، میتونی از چای استفاده کنی. این طرف ما میوه تازه داریم، باز میشه قرض بتیم برات و به خاطر که همکارت هیچ سلام نکرد. اقبال جان میشه بگی که نماز عید خواندی، بعد از نماز عید اولین جایی که رفتی کجا بود و دیدن کیها رفتی؟ من نماز خواندم، باز رفتم پیش مادر جانم، پیش پدرم، پیش پدر کلانم، مادر کلانم، چون نوال آدم پیش بزرگا میره. بله. بعدش قربانی کردیم دیگه. تو یک چیزی که میخوایم پرسان کنم، چون وقت همگی خورد میباشن و سن سال میباشن که قرار است مهمانایی که میه بر از وای ایدی بتا، زیادترین ایدی که گرفتی در این طول چند سال چقدر بوده و از کیها گرفتی هم بلندترین ایدی را؟ ما بلندترین ایدی از پدرم گرفتیم. چقدر بوده هم ایدی هایی که جمع کردی؟ کلش یک 500 روپیه میشه. کلش 500. خب بسیار خوبه. ادامه سوال میخوایم از مرجانه بپرسم. من یک وقت که ایدی جمع میکردم زیاد خوش داشتم برم به مو دولیگکایی که بود در اونجا سوار شوم، یک قسم جایزایی بود، لاتریایی بود که آرام میخریدم. خودت که اگر ایدیات زیاد میشد بیشتر پولایت چی میخریدی؟ روی چی خرج میکردی؟ بیشتر سر سامانای بازی میخریدم، یعنی گودی میخریدم دیگه، لباس اکا جور میکنم بر گودی و سمی یعنی مثلا یک چیز میبود که بر خودم خوب میبود، یعنی چادر میخریدم بر خودت یک چیز خوب میخریدم. یک چیز دیگه هم داشتن، یک وقت تا جایی که من خبر دارم وقت دخترها گودی میخریدن با سر گودی های خود نام میموندن. میشه بگی که چند تا گودی تو چه نامایی داشته؟ ما دو تا گودی داشتم، نام یکش نازو مانده بودم. نازو. نام یکی دیگه شم چی بود؟ خورد بودم. فراموش کردین دیگه. نازو البته بهترین گودیشان بوده تا حالا اسمش فراموش نکردن. خب مرجانه اگر من بخوایم یاد بگیرم ویلیونه، بله، در چقدر وقت میتونم یاد بگیرم؟ خب نظر به چی کارا رو باید اول انجام بدم؟ نظر به دقت و تمرین خودت است. اگر هر روز تمرین بکنی زودتر پیش میری، اگر یک روز تمرین بکنی، یک ساعت تمرین بکنی زودتر پیش نمیری. خب من مطمئن هستم که قدر زود خیاط نمیگیرم، ولی حالا میخوایم یک پارچه دوگانه از شما داشته باشم، هر پارچه ای را که آماده ای گرفتین، درست است؟ بله. Thank you.
چه پارچه زیبای نواختین، تشکر. دستتان درد نکنه، زنده باشین. میشه بگین که این آهنگ فکر کنم آهنگ نجوا بود؟ بله. در چه مدت اردیتان با هم کار کردین، یاد گرفتین این آهنگ؟ این آهنگ ها در گوشای من یشناستن. بله، خیلی آهنگ مشهور هم هست. درست تمرین کردیم زیاد نیه. درست، واقعا استادای موسیقی را من امشب در برنامه با خود دارم. شکر. خب اجزا، ما یک مهمان دیگه هم با خود داریم. مهمانی هست که واقعا از کارهایشان خوشم میاد میشه وقت چون با جست و حرکات خود تانستن که نشان بتن به مردم جهان که ما کی هستیم و چی میخواهیم. اما حال یک رفت آمد کوتاه داریم. برنامه اید تو و اید من ادامه داره. قسمی که گفتم با خود مهمانای خیلی خاص دارم. ناگفتنمان انسان ها بعضی وقت درگیر کارهای روزمره زندگی خود میشن. بعضی وقتا دوستای خود دیده نمیتونن، حتی بهترین دوستای خود. کلمه اید بهترین کلمه دنیا است و شیرین ترین کلمه است، بخصوص بر من که در او فرصت میتونم با دوستای خود دیدار نمایم و من مطمئن هستم که اید همان رخصتی و شیرینی خود داره که شما بتانین دوستایتان را ببینین و کسایی را که دیرها مدت شده ندیدین ملاقات کنین. و در مورد زبیولای کابلی میخوایم صحبت کنم. زبیولای کابلی کسی است که نماینگر است تیم مدلینگ اجمل حقیق است و امروز میخواید در برنامه با ما حرفای داشته باشه. خیلی خوش آمدی زبیولا جان و عیدت مبارک. تشکر از شما، سلام عرض ادب بر شما و بینندگان تلویزیون آرزو. عید از صمیم قلب بر شما و بینندگان تلویزیون آرزو تبریک میگم. تشکر، زنده باشی، سلامت باشی و از طرف همه بیننده ما هم عید بر خودت تبریکی میگم. زبیلا جان، میشه در نخست بر من بگویی که چقدر مدت شد که خودت شروع کردی به کار مدلینگ و هم نماینگر از لباسای فرهنگ افغانی؟ ما شما باید این کار انجام بدین. چقدر وقت شد این کار شروع کردی؟ دقیقا که یک سال میشه که به مدلینگ و هم عضو تیم اجمل حقیقی خودم شدم و هم لباسهای خوش داشتم که همیشه وقت از فرهنگ خود دفاع بکنم و همیشه وقت از فرهنگ خود بر مردم نشان بدم که ما اگر افغان هستیم، نه که این که استایل های ناخ بزنیم و فقط چی کنیم، فقط خواستیم که مدل فرهنگی باشم و بسیار شوق علاقه داشتم. به نظرتان یک سال میشه که شما کار مدلینگ پیش گرفتین، چقدر تاثیرگذار بوده؟ شما چقدر تانستین به مردم خارج از افغانستان نشان بدین که افغانستان هم همچون فرهنگی داره، همچون مدلایی داره؟ چقدر تاثیرگذار بوده؟ بسیار زیاد تاثیرگذار زیاد بوده. تقریبا در حدود که دو هفته یا سه هفته پیش ما برنامه فرش سرخ داشتیم، بسیار زیاد موفق شدیم، در حالی که بچه ها بسیار زیاد رو آوردن به مدلینگ. پیش از اونا میگفتن ما یک استایل فرهنگی میزنیم، یعنی فرهنگ چی؟ ما نشان دادیم حتی بیرون از کشورهای فهمیدن که یعنی ما هم مدل های داریم که از فرهنگ خود میتونیم دفاع کرده و بسیار بچه ها موفق می بودیم که بسیار بچه ها رو آوردن و زیادتر روابط بین الملل کردیم. خوب یک چیزی که من میخوایم بپرسم، راست گپ که باید از خودت بشنوم، در افغانستان مدلینگ چقدر قدر داره؟ یعنی مردم چقدر ارزش میتن به این کار مدلینگ؟ حالا به خودم فکر میکردم که یعنی مدل یعنی یک کسی است که میگفتم شاید مردم بگویش اگه اون گپو روی بازار ببینش، اما واقعیت وقتی که در رأسش آمدم دیدم افتخار میکنم برای خود. وقتی که هر دوستم میبینه از من زیاد افتخار میکنن، نه تنها خودم که اجمل جان باشه، هر کدام باشن، این بسیار خوش هستم از اینکه پیش از اون میگفتم شاید که انسان های هستن که بیان رو بر انسان شون و استاده شون، اما نه، خودم خوش هستم از اینکه زیاد احترام میکنم مردم و بسیار زیاد از این سپاسگزاری میکنم که همیشه وقت همراه ما مردم ما هستن، ما را تشویق کردن در یارسا و بسیار زیاد وقتی که از یک ولایت را که ما به نمایش لباسش میگذارم بسیار خوش میشن از اونا، از ما بسیار تشکری میکنن، بسیار خوش هستم خودم. و میخوایم روی لباسایت بپردازم که این لباسا نماینگری از کدام قوم افغانستان است و نماینگری از کدام سمت افغانستان میکنن؟ این لباس ما از مردم اصیل پکتیکای ماست که دور آستینش از بربو ساخته شده که یخنش هم از این لباس های یک رقم چی های بربوس که ساخته شده. میشه یک بار استاد شوین که ما درست ببینیم لباستانه و بیننده هایی که میخواین این لباس ها ببینن یک بار درست
شما گفتین این لباس ها نمایندگی از کدام سمت و کدام قوم افغانستان میکنه؟ این لباس از مردم اصیل پکتیک های ماستن که این نماینگر عزیز تا که لباس اصیل پکتیک های ما زیادتری را استفاده میکنن معمولا در روزهای مناسبتی میپوشن بله بله و امروز شما در برنامه ایدی ما و در روز اید پوشیدین بله بله این مردم زیادتر بچه هایی که وقتی که داماد باشن زیادتر ما مجموع مردم کابل از لباس خب این شف که خودت تا سر زانویت هست پوشیدی معمولا همه قدر میباشه یا خودت ایجاد کردی معمولا نه همه قدر میپوشن فقط تا سر زانو میباشه لونگیشون به خاطر که استایلش بله بله دقیقاً ایره مردم زیادتر بچه هایی که کسایی که داماد از ایره زیادتر در مفلای خود استفاده میکنن وقت خودت با این لباس ها گاه بیرون میری عکس العمل مردم چی است چی دیدگاهی دارن بفرمایید تشکر شما و دیدگاه بسیار خوب دارن و بسیار خوش میباشن امروی بسیار عکس میگیرن میگن افتخار میکنن بالای ماما بسیار قدر میدن بیرون حتی شما باور کنین که از یک جای میخواین که به تیر شما بگذارن بسیار مردم احترام ما میکنن یک مدل های ما هستن و مدل های فرهنگی هستن من خوش هستم بسیار زیاد خوش هستم از اینکه مدل هستم و مدل فرهنگی هستم خیلی سپاسگزار من افتخار میکنم که همچون مدل های را در افغانستان داریم و در اخیر میخوایم پیام ایدی و یا همو گپایی که نگفتی بگویی و یا خانه کسای دوستایی که نرفتی از طریق کمرای تلویزیون ما برشان پیام تبریکی تبتی و یا هم گپی که داری برشان بگویی تشکر شما به این بهانه خوب شد که من هم دوستای خود زیادترش نمیتونم دیده کار است و این گپا از صمیم قلب میده خود قربانم برشان تبریک میگویم کسایی را که میبینم خوب خوب نمیبینم و از ایشان پوزش میطلبیم که یک ذره بر برنامه و یا مصروف هستیم و گفتنی من بر مردم امیست که بچه هایی که میخواین علاقه دارن دست بدن کوشش کنن که از رای فرهنگ خود ما بنامایش بگذارم و به جهانیان نشان بدن که ما یک فرهنگ داریم هر فرهنگ باشن نه تنها مدل باشن و یا که گوینده خوب باشن هر چی که باشن من خوش دارم ارزش قائل شون به این نیک رو بیارن برن خارج بگن نه ما فقط در کشور از بیرون از کشور میتونیم پیشرفت کنیم نه بلکه برعکس در افغانستان میتونیم در کشور خود ما از خود عزیزا ما خودم شاهد هستم که زبیالله جان کارهای زیاده داره مثل که در برنامه ما تشریف آوردن همچون برنامه دیگه هم هست که اینا باید برن اگر نتانستن این از طرف از اینا ما معذرت میخواییم اما بعد از یک رفت آمد کوتا دوباره اقبال جان با خود داریم و پارچه های خاص مانده که باید بر شما بنوازن برنامه اید تو و اید من ادامه داره من خیلی خوشحال هستم که مهمانای خاص داشتم در برنامه باز هم دو مهمان عزیزی که از اول برنامه مرا همراهی کردن دوباره با من قرار داره من میخوایم که کل برنامه پرحرفی شود کل ما گپ بزنیم حال میخوایم از اقبال جان یک پارچه شاد بشنویم آماده هستی اقبال؟ بنواز بسیار زیاد تشکر اقبال جان یک سوال که در ذهن من خلق شد میخوایم بپرسم که با گیتار آدم میشه هر نوع موسیقی بنوازه یعنی به هر ترک یا هر ردمه چرا خودت خوش داری معمولا آهنگای آرام بنوازی؟ میشه بنوازی اما شون نمتو یک چیزی که من خبر شدم
و خیلی برمه جالب است که اینا میتونن گندشکه که با گیتار بنوازن و یک قسمت از امیره میخواییم داشته باشم که گندشکه که چگونه شما با گیتار مینوازین؟ کمی بلندتر فقط همه قشه بلد هستی یا هم کلان گپ هست برمه خیلی گپ جالبه است که خودت میتونی همراهی گیتار و اگه تمرین کنی مطمئن هستم تمام آهنگ میتونی بنوازی باش که مرجان دق نبیره به این طرف مرجان خودت میتونی گیتار بنوازی مرجان؟ گیتار کم کم اصلا کار کردی یا اما تو خدایی میخوایی بگی که کم کم کار هیچ کار نکردیم اما تو میتونم یعنی چون ویلن یا هم سترنگ است و هم سترنگ است اردش میشه کار خیلی سپاس ما میخوایم که یکم ویلن بنوازم من بسیار لایق هستم قبلا کار کردیم شاید بهتر بتونم بنوازم از پارچه هایی که شما نواختین مزرعت میخوایم از دو خب باش کیده کدام سو میمانید؟ ما یک وقت بلد بودم حال یادم رفته حالیتان رفته؟ خب. فکر کنم ایده طرف چپ مانده میشم تو بالاتر کم خب کم بالاتر کار آسانه است من یک وقت استاد بودم در ایدشته خب ما شاگردت بودیم فارغ شدیم خواهش میکنم ایجا باید دستایی من بگیرم ها؟ به ایجا بانو میده یا ایده؟ دمونجا بالاتر بالاتر چرا قصدای خراب نکشه؟ من خود نمیخوایم به قسمی بنوازم عزیزا ما نمیخوایم که شما همی برنامه را ترک کنید نه ما از این بیشتر نمیخوایم که شما را آزار بتم ویلونتان و خودتان برنامه ایده تو و ایده من ادامه داره مهمانای عزیز در کنار من قرار داره مطمئن هستم شب و روز ایدم شما خوش میگذرانین و امیدوار هستم که خوش بگذره براتان و حال میخوایم که از مهمانای عزیز ما یک پارچه دوگانه بر ما بنوازن برنامه ایده تو و ایده من ادامه دارد قسمی که در شروع برنامه گفتم مهمانای خاصی را با خود دارم حالا در این لحظه برنامه باز هم یک موسیقی وطنی یا بگیم امو اصل افغانی را با خود دارم وسایلش و کسایی که میخوانند پارچه‌هایی که آمادگی گرفتن موسیقی و آهنگای اصل وطنی و از افغانستان است خیلی خوش آمدی جناب سمیر بخش سلامت زنده باشی شبیر جان قند سلام عرض ادب خدمت خودت و خدمت تمام بیننده های تلویزیون آرزو کمین حال از طریق تلویزیون آرزو مرا مشاهده می کنند عید قربان برشان از صمیم قلب تبریک میگم خدا کنه که روزهای عید به خوبی و خوشی سپری کنند سلامت تشکر زنده باشین همی که به برنامه ما حضور پیدا کردین کلان گپ است و همی که پیامتان رساندین بر مردم
یم یک عید مبارکی کلانه است. بله بله. و دوست عزیز خودت هم خیلی خوش آمدی. میشه در نخست خود یک معرفی داشته باشی به عزیزای ما و عید تبریکی بدی برشون. زنده باشین شبیر جان، اینجا از صمیم قلب برای شما تبریک میگم، برای تمام هموطنان عزیز خود. رفیق بخش هستم، پسر رفیق بخش و برادر سمیر بخش، و سمیر بخش برادر کلانم هست. سمیر جان، در نخست سوالی که به ذهن من خلق شد میخوایم بپرسم، شما چی نسبت به استاد رحیم بخش دارین؟ همین سوال رو به تمام رسانه ها که رفتیم اولین سوالشان همی بودن. من که سمیر بخش تخلص میکنم، کواسه مرحوم استاد رحیم بخش هستم. کواسه استاد بله. رحیم بخش دیگه، نواسه مرحوم استاد سلیم بخش هستم و پسر رفی بخش. بسیار عالی، خیلی خوش شدم که امروز شما را از همچو خانواده هنردوز در برنامه با خود دارم. سلامت سمیر جان، روزهای عید است، شب و روز عید است، میخوایم پارچه ای که آمادگی گرفتی، اول میخوایم یکی از پارچه هایی که از سبک و مکتب خودتان است بنوازی بر ما، بعد سوال ها و گپ های خواب داشتیم. هزار دفعه یه آهنگ را که میخوانم از مکتب خودم است، از مکتب استاد رحیم بخش است دیگه، پارچه ای که خود نکه کلان ما خدا بیامرز خوانده بود دیگه، حالا بر شما اجرا میکنم. خداست که مورد پسندتان دیگه. بریم؟ بریم. جوانی دادم موسمان، گرچه خزان بود بهاری کردم. با عشق تو کردم تبا زندگانی، تبا زندگانی، ولی هر جفا تو قدم ندانی. با عشق تو کردم تبا زندگانی، تبا زندگانی، ولی ای جفا تو قدم ندانی، ولی ای جفا تبا زندگانی، تبا زندگانی.
ولی ای جفا جان تو قدم ندانی، ولی ای جفا جان تو قدم ندانی. تشکر، خیلی سپاس، واقعا آهنگ زیبای است و از هنجره شما شنیدیم، زیبایی بیشتر به او بخشیدین. یک سوال میخوایم از خودت داشته باشم سمیر جان، که گاهی رخ داده که مثلا سر چاشت باشه، روز عید است و تمام خانواده بیرون از خانه رفتن به مهمانی، یک جمع از مهمان ها میان و نان چاشت هم نخورد و خودت باید بر از غذا آماده کنی، گاهی رخ داده؟ تا فعلا نخونه. اگر رخ بته، خودت چقدر کارهای خانه را بلد هستی که بتانی حداقل بر از نوع یک غذای آماده بسازی؟ توان خود میکنیم دیگه، کوشش خود میکنیم. اونتا مثلا بیشتر کدام غذا را خوب میتانی بسوزانی؟ در سوختاندن خب ماهر است، خب کلش خراب میکنیم. اونتا در تهیه کردن یک می تخم رومی را یاد داره. خلاص اما تخم رومی کلان گپ است، بخاطر که بیشتر بچه ها معمولا غذا را میسوزانن و چون بلد نیستن یا بیشتر آماده نکردن و سوختاندن ماهر هستن. سمیر جان، در شروع عید خودت به کجا رفتی؟ دیدن کی ها رفتی؟ در آغاز عید جایی رفتم که از ما که بزرگ هستن، بزرگای ما هستن، سر ما عقدار ما هستن که باید به دیدان از با بیادت از با بریم. کاکای بزرگ می باشه مثال، جمع از فامیلم که بزرگتر است از ما که عقد دارن، دیگه به دیدن از ما میریم و این تبریکی پیش از اونا میریم. از روزی که خودت حرکت کردی از خانه و رفتی دیدن بزرگا، چقدر ایدی جمع آوری کردی؟ والا اگر بگویم که یک رپام کسی ما را ایدی نداد، منتظر جب خودم ما رفتی دی. عزیزایی که سمیر جان آمده بودن خانه شان، اونجا خود گفته نتانستن، مگم درد دل خود اینجا برمه گفت کسی ایدی ندادشم، معلوم میشه که یک درد داره. سمیر جان، میشه بر من بگویی که آهنگای خودت هم شنیدم، واقعا آهنگای زیبا است. خودت از چی مدت زمان شروع کردی کارای هنری ده؟ شبیر جان، اقند من زمان طفلیت، یعنی از چند سالگی دقیق؟ از 7 سالگی. خب من فکر کردم خیلی از زمانی که شیرخوار بودم، طفلیت هم وقت هم و خاطر چی که در خانه هنر و هنرمند زاده شده بودیم، اما گفته یکان تا نوای موسیقی، فضای موسیقی از این طفلیت در گوش ما بود، دیگه باعث از این شد دیگه که امی رشته موسیقی رو انتخاب کنیم، دیگه پرداخته میریم دیگه ببینیم که تا کجا میشه. شما از همون لحظه ای که شناختین موسیقی را، از همون لحظه وسایل موسیقی با شما یک جا بوده تا زمانی بله که بزرگ شده. بله بله. به خاطر اینکه برنامه ما برنامه ایدی است و مهمان های دیگه هم داشتیم، با اونا صحبت های دیگه هم داشتیم. بله بله. به خاطر که خسته کن نشه و من مطمئن هستم تا حال که ما پیش رفتیم برنامه جالب تقدیم شما شده و تقدیم میکنیم. یکی از پارچه های دیگه که آمادگی گرفتی سمیر جان میخواییم بشنویم. هزار دفعه بفرمایید. به خاطر که خواهش دوستاست، چون روز عید است، گفتن باید یک آهنگک شادتر گپ نیکست. بفرمایید. شبی مرا نارام کردی، ای دختر نارام شبی مرا نارام کردی، مرا نارام کردی، رسوایم کردی، چی کار خام کردی، دختر نارام شبی مرا نارام کردی، ای دختر نارام شبی مرا نارام کردی. خدا دل را با آشنا نمی کرد،
پا نمی کرد چرا می سوختم درای محبت که اون به سوی من نگاه نمی کرد آهنگ شاد زیبایی بود سمیر جان میشه در رابطه با این آهنگ صحبت کنین من خب بار اولم بود که شنیدم از کارهای جدید خودتان است و یا کدام وقت آهنگ بوده از مکتبتان و یا از همون سبکی که داشتین ولی من حالا تازه شنیدم این آهنگایی هست که آهنگای محلی است هنرمندای محلی ما شما از سابق خواندن دیگه آهنگ دختر نارام که است و از نصیر جان پروانی است اونا خواندن دیگه آهنگ شمالی که است دیگه ای از این سابقه است شما مکس خواندین دیگه هر دوتایشه واقعا آهنگ زیبایی بود و ای که شما دو کامپوز دو شعر یک جا خواندین زیباتر شد سلامت در اخیر چون وقت نداریم سمیر جان من خیلی خوشحال میشم که شما رو بیشتر در برنامه داشته باشم ولی ناگزیر باید خداحافظی کنیم شما میدونین شب و روزی دست و شما حتما برنامه دیگه دارین حتما در اخیر میخوام گپ پیام تبریکی ایدی که دارین کمرهای ما در خدمتتان است میتونین برسانین به عزیزایی که ندیدینشان سلامت زنده باش شبیر جان قند او عزیزان و دوستایی را که ندیدیمشان از نزدیک از طریق تلویزیون آرزو برشان ایده برشان تبریک میگم خدا کنه که جور صحتمند باشن و همیشه خوش و خوشحال باشن به دور رنج ها و غم ها و از دولت خدا هم یک صلح سرتاسری میخواهیم یک آرامی میخواهیم که تمام مردم افغان ها باید در ساحه آرامی در ساحه صلح امنیت زندگی کنند. خیلی تشکر سمیر جان و دوست عزیز از خودتان تشکر که به برنامه حضور پیدا کردی و با ما بودی و روز عید و شب و عید ما را رنگین تر ساختین. سلامت عزیزا برنامه عید تو و عید من همینجا به پایان میرسه و امیدوار هستم از دار و نداره که ما در این مدت داشتیم و تقدیم شما کردیم خوشتان آمده باشه پیش از اینکه خداحافظی کنم میخوایم برای سمیر جان بگویم وقتی که من خداحافظی کردم یک آهنگ غزل هم میخوایم در آخر داشته باشم بعد از او باز برنامه ما خاتمه پیدا کنه نظرت چی است عزیزا ما وقت سمیر جان را نمیگیرم شب و روز خوش در پیش داشته باشین و عید پر از صلح و صفا و صمیمیت و سبز داشته باشین تا دیدار دیگر شما را به الله یکتا میسپارم خدا نگهدار در حال میاخ صورت باطل چی فروشه باطل چی فروشه در حال میاخ صورت باطل چی فروشه جسم ملیلی است با مامل چی فروشه
خیلی تشکر.